بهترین آلبوم‌های سال 2023، آلبوم 22 Take Me Back to Eden از گروه Sleep Token. اصولاً آرتیست‌هایی که فاز ناشناس موندن و مرموز بودن برمی‌دارن و مدل فعالیتشون یه طوریه که معلوم نمیشه طرف کیه باحالن. به نظرم یکی از پررنگ‌ترین جنبه‌های کار هنری شهرته. وقتی یه آرتیستی بیخیال شهرت میشه و با ناشناس موندن زندگی هنریش رو از زندگی خصوصیش جدا میکنه، آدم یه طور دیگه‌ای باهاش حال میکنه. یه گروهی داریم به اسم Sleep Token که فعالیتش رو تو سال 2016 شروع کرده و یکی از همین مدل حرکت‌های هنریه که گفتم بهتون. ما چی از گروه Sleep Token میدونیم؟ تقریبا هیچ. میدونیم که گروه اسمن 4 تا عضو داره، همشون صورتاشون رو کامل با ماسک میپوشونن، هیچ وقت هیچکی هیچ جا اینا رو بدون ماسک ندیده، پس یعنی نمیدونیم چه شکلی هن. رهبر گروه اسم خودش رو گذاشته وسل، نفر دوم اسمش دوه، نفر سوم سه، نفر چهارم هم چهار. هیچی از گذشتهشون نمیدونیم، از کجا اومدن و چطوری کار رو شروع کردن معلوم نیست. در همین حد میدونیم که انگلیسی هن، اولین سینگلشون هم چون سال 2016 منتشر شده، همون رو باید تاریخ تولدشون در نظر بگیره. قبلش دیگه چه خبر بوده معلوم نیست. توی کنسرتاشون یه کلم هم حرف اضافه نمیزنن، نه سلامی، نه حال و احوالی، نه دمتون گرم اومدینی، نه اون عقبی و حال میکننی، هیچی. فقط میان آهنگا رو اجرا میکنن و میرن. یعنی مرموز بودن در حد اعلی. فقط و فقط هم دو بار مصاحبه داشتن تا الان که اونم اطلاعات به درد بخوری از توشون در نمیاد. یه مصاحبه ویدیویی دو داشته با یه کانال یوتیوبی که فقط گفته کدوم آرتیست‌ها رو دوست داره و از کیا تأثیر گرفته. یه مصاحبه هم وسل داشته با مجله متال همر که بیشتر از اون که سوالامون رو بخواد جواب بده سوال جدید مطرح کرده واسمون. مثلا ازش پرسیدن توی گروه Sleep Token شماها فازتون چیه؟ گفته ما اینجاییم که به اسلیپ خدمت کنیم. پرسیدن اسلیپ کیه؟ خواب منظورته؟ گفته اسلیپ همه جا و تو هر زمانی هست. همیشه حضور داره. وسل توی رویا با اسلیپ ملاقات کرده. سوم شخص میگه خودشو. وسل توی رویا با اسلیپ ملاقات کرده. اسلیپ بهش وعده شکوه و عظمت داده. واسه همین وسل اسلیپ رو دنبال میکنه. یعنی چی هستن؟ کلی بخوایم نگاه کنیم، فاز ناشناس موندنی که اینا دارن از لای همین یکم حرفی که ازشون شنیدیم اینه که اینا میخوان بدون اینکه فشار رسانه‌ای روی شخص خودشون باشه، بدون اینکه خودشون مرکز توجه باشن، میخوان فقط تمرکزشون رو بزنن روی موسیقی و مردم ها فقط به موزیکشون کار داشته باشن. که خب به اولی رسیدن، چون کسی نمیدونه اینا کیان، راحت کار خودشونو میکنن، اما به دومی نرسیدن به نظرم، چون به همون اندازه که از موزیکشون صحبت میشه شاید حتی بیشتر، این ناشناس بودنشون واسه مردم جذابه. در مورد ژانری هم که کار میکنن واقعا نمیدونم چی باید بگیم بهشون. ما اینجا از یه طرف پروگرسیو متال و آلترناتیو متال داریم، از یه طرف دیگه پاپ داریم. پاپ یعنی قشنگ پاپا، یعنی یه ترک میشنوی ازشون میگی اینا از تولم تولترن، یه ترک دیگه میشنوی میگی اینا که از ایمجین دراگونز هم پاپترن. اگه دقتم کرده باشین گفتم که گروه اسمن 4 نفر است. چی بود منظورم؟ اینکه اینا رو روی استیج 4 نفره میبینیم، اما آلبوم 2 نفره تهیه و ضبط میشه. وسل به عنوان آهنگساز اصلی و خواننده و گیتاریست و بیسیست و کیبوردیست و کلن رهبر پروژه، اون یکی هم دو در نقش درامر و کمک آهنگساز. یعنی توی پروسه ساخت و ضبط آهنگا 3 و 4 نیستن انگار. اولین آلبوم Sleep Token تو سال 2019 منتشر شد که اون موقع کامل فازشون متال بود. آلبوم دومشون سال 2021 اومد که همون فاز متال رو داشتن، منتهی پاپ قابل توجهی ریخته بودن توش. آلبوم عجیبی هم بود، هم ساختارش، هم اسم آهنگاش، هم یه سری چیزای دیگه‌اش که حالا کار نداریم. و حالا به تاریخ 19 می 2023 سومین آلبوم Sleep Token به اسم Take Me Back to Eden منتشر شده که از همه نظر میشه گفت بهترین و موفق ترین کارشون تا الانه. یه کار خیلی جالبی که سر این آلبوم کردن، من یادم نمیاد قبلا دیده باشم همچین چیزی رو، سیستم منتشر کردن سینگل های آلبومه. اینا اومدن اولین سینگل آلبومو 5 ژانویه 2023 منتشر کردن، دومیش رو درست فرداش یعنی 6 ژانویه، بعد سومی رو گذاشتن 2 هفته بعدش یعنی 19 ژانویه، چهارمی باز درست فرداش یعنی 20 ژانویه، یعنی دوتا به فاصله 2 هفته. همین کارشون باعث شد که یهو شنونده های ماهانه شون توی اسپاتیفای از یه چیزی حدود 300 هزار نفر تو همون ماه اول بشه 1,600,000 نفر، یعنی بیشتر از 5 برابر. یه ماه بعدش سینگل 5 دادن، دوباره یه ماه بعدش سینگل 6،
یه ماه بعدش هم که خود آلبوم منتشر شد. یعنی شهرت و موقعیت گروه هم به خاطر موزیک متفاوتشون توی آلبوم جدید هم با این سیستم انتشارشون باعث شد که الان اگه تو اسپاتیفای نگاه کنین شنونده ماهانه گروه رو زده 3,800,000 نفر. یعنی قبل این آلبوم 300,000 تا بوده، الان حدوداً 13 برابر شده. آلبوم Take Me Back to Eden چه آلبومی آخه این؟ چقدر عجیبن این آخه؟ چیه فازشون؟ دیدین یه سری آلبوم‌ها رو که گوش میکنین انگار دارن شکنجتون میدن؟ منظورم نیست که بده ها، مثل مثلا دیدن یه فیلم مریضی که اذیتتون میکنه اما خوبه. قضیه واسه من موقع گوش دادن به اسلیپ توکن فرق میکنه. اینا کارشون یه طوریه که تو رو شکنجه نمیدن، هدفشون اذیت کردن تو نیست، تو انگار شاهد شکنجه شدن و اذیت شدن اونایی. انگار که وسل رو گذاشته باشن وسط جهنم، اونم داره لای آتیش و روی سیخ داغ میخونه و میزنه و عذاب میکشه. آلبوم Take Me Back to Eden سومین قسمت از سگانه ایه که اینا با اولین آلبومشون شروعش کردن. یعنی با اینکه هر کدوم از آلبوم‌ها یه تم خاصی دارن، سه تاشون با هم انگار سه فصل از یه کتاب باشن. موسیقی گروه توی این آلبوم نسبت به قبل بازم پاپ‌تر شده. اما پاپی که آواز وسل بهمون اجازه نمیده که همچین حس پاپ‌توری ازش بگیریم. کلکسیون ژانر داریم اینجا. یه طرف پروگرسیو متال و آلترناتیو متال و متال کور داریم، یه طرف دیگه پاپ و آرندوی و الکترونیک. شنیدن هر کدوم از آهنگای این آلبوم یه تجربه متفاوت از بقیه آهنگاست. لیریکس عمیق و پرمفهوم و فکر شده است. ساختار کلی کار یه طوریه که ممکنه هر کسی رو جذب نکنه، اما اگه بکنه دیگه ولکنتون نیست. این آلبوم توی اکثر فهرستای بهترین سال 2023 اسمش هست که اتفاقا توی خیلیاشون هم به عنوان بهترین آلبوم سال انتخاب شده. پس آلبوم Take Me Back to Eden از گروه Sleep Token میشه 22 آلبوم برتر من تو سال 2023.